اعتماد ما هر روز بر نیروهای قهرمان و پلیس بیشتر میشه و بدون شک این نیروها تلاش میکنند تا بتونن خوبتر بر هموطنان ما تامین امنیت بکنند. سلام به یک دیگر از برنامه های پلیس خدمتگار جامعه، شما عزیزان را خوش آمدید میگم. ما آمدیم به ولسوالی پغمان تا ببینیم فعالیت های پلیس در اینجا چگونه است و یک سلسله مشکلات قبلا در بخش امنیتی در اینجا وجود داشت، چقدر از سوی نیروهای قهرمان و پلیس در اینجا رسیدگی شده و مردم در کل در قبال فعالیت های نیروهای پلیس در اینجا چه گفتنی دارند. همراهی شما عزیزان تا پایان برنامه خوان است. ولسوالی پغمان پغمان یکی از ولسوالی های درجه اول شهر کابل بوده که در هر فصل رنگ و هوا و کیف خودش را دارد که مردمان زیاد را از هر گوشه به خود می کشاند. پغمان که 600 کیلومتر مربع مساحت دارد و نزدیک به 200 قریه محل زندگی بیشتر از 350 هزار نفر می باشد. باغ پغمان یکی از جاذبه های بزرگ این ولسوالی است و باعث شده گاه آن را باغ پایتخت افغانستان بخوانند. شورای مردمی، شورای علما، شورای زنان، شورای صلح و خیر چهار شورای مردمی این ولسوالی را تشکیل می دهد که اعضای آن فعالیت های زیاد را در حمایت از نیروهای امنیتی و تامین صلح انجام دادند. لازم به ذکر است که مردمان ولسوالی پغمان همواره در کنار نیروهای امنیتی خود قرار داشته و با حمایت زیاد برای تامین صلح تلاش میکنند. نیروهای پلیس این ولسوالی با تمام قوت در تلاشند تا بتوانند در تامین امنیت مردم که در نقاط مختلف این ولسوالی زندگی میکنند تا آرامش کلی را مساعد بسازند. پلیس با افراز چک پوینت های سیار و ثابت و گزمه های دوامدار به صورت شبانه روزی در مقابل جنایت پیشگان ایستادگی میکنند. در 3 ماه گذشته تعداد زیاد جرم پیشگان را به پنجه قانون سپردند و هنوز هم در تلاش بازداشت کسان هستند که تحت پیگرد این نیروها قرار دارند. از سوی هم گهگاه گروه های حراس افغان که در قریجات ارغندی این ولسوالی تحرکات داشتند و میخواستند از آنجا حملات را تحریزی و امنیت پایتخت را برهم بزنند که همواره نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی کشور در مقابل آنان ایستادگی کرده، تمامی لانه های آنان را نابود نموده و راهی جهنم ساختندشان. حوزه 18 امنیتی پلیس که مرز مشترک با ولسوالی پغمان دارد و از حوزات سرحدی کابل است، از سوی هم خانه ها غیر پلانی و بیشترین نفوس در اینجا زندگی می کنند که پلیس را مکلف می سازد در کنار تامین امنیت باشندگان این ناحیه، مانع رشد جرم پیشگان و دشمنان مردم افغانستان بیشترین تلاش را نمایند که خوشبختانه پلیس در اینجا نیز توانسته است تا رضایت کامل مردم را از بهر تامین امنیت داشته باشند. حس وطن دوستی و مردم دوستی نیروهای قهرمان پلیس قابل درک و محسوس کننده است. اینها برای آرامش مردم خود از هیچ تلاش دریغ نمی کنند. هر کسی که سر به نابودی مردم بلند کند با ضرب گلوله سرباز نابود می شود. وضعیت امنیتی فعلا در ولسوالی پغمان الحمدلله 100% رو گفته نمیتونیم، چون در کشور ما شما امنی بسیار زیاد است. دشمن الحمدلله در ولسوالی پغمان فعالیتاش نهایت ضعیف شده. به طور کل میگم انشاءالله رحمان که 90% تامین امنیت در پغمان شده. میثاق امنیتی الحمدلله یک برنامه که قبلا از ما از آمدن ما در اینجا باعث قماندان امنیت که در قرغه تطبیق شده، به خاطر برداشتن همین غرفه های بیجا آمده اونجا. به خود شما بهتر معلوم است که مواد مخدر و چیزها خرید و فروش می شود، الحمدلله از اونجا برداشته شده. صرف یکان سیار کارا می شود که ما یک گروپ دو گروپ شه گرفتیم، باز تعهد گرفتیم ازشان، اونا پس دوباره رها شد. انشاءالله رحمان و حال فعالیت نمی کنند. مردم ما بسیار همکار هستند همراه ما. من چون فرزند از اینمی ولسوالی هستم،
با مردم شناخت از نزدیک دارم، متنفذینش، مسافداش، وکلاش، ملکاش، کلش با ما همکار هستن. اعلان همکاری را همراه ما کردن، در عمل هم انشاءالله و رحمان ما دیدیم که همراه ما همکار هستن. که برق باشه، باران باشه، فرق نمیکنه، فعلا هم در جریان وظیفه بودیم. از مردم ما خواست ما همی است که باید که پلیس خود همکار باشن تا بتانیم تامین امنیت خوبی داشته باشه. وظیفه هم در چکپین و تلاشی، سلیری ساعت هم منگه تلاشی و چکپین لرو، در دیر پر خو وزیعت، پر دیر اغا خو وزیعت سر خلق و سر اخلاق کو و تلاشی لرو. اینجا چکپین انداختیم، این مطرهای شیشسی ها می باشه، مثلا کسایی که می باشه جواز نداشته باشه او را به مسئولی انتقال میتیم. اجره ما خود گفتیم که اگر دولت خود می سپاری بیا بسپار، اگر نمی سپاری یا تو باشی یا ما باشم. امی اختار نمی گپ ما است، نمی جدی است. تشکری میکنم بازم از امی چک پوینده که از برکت امی پلیس و امنیت است که ما آرام هستیم دیگه. خوب است اگر دیگه تقریبا فعالیتشان خوب شده. یعنی اون راضی هستن شما؟ بله آره، حالی فعلا راضی هستیم دیگه، از سابق قدر خوب شده. ما خوشحال میشیم که همون تو کل خداوند یا رحمت بوده برای کل که همون تو همیشه چک پوینت باشه، نه با خاطر یگان تار استاد کنه یگان تار نکنه، اینیش باز برای ما خوشحال نیست. همون تو همیشه همون چک پوینت که باشه ما رو خدمتگار هستیم و پلیس همیشه خوشحال هستیم. همین چک پوینت های پلیس در شهر کابل تا اندازه مصر بوده و انشالله که بخش مهمشی است که مردم باید همراهش همکار باشه. بعضی هستن که باش استاد نمیکنه، بعضی هست احترام متقابله عملی نمیکنه، همی عملی شوه تا دو ماه آخر که شما یاد کردین موثر بوده. چرا نه؟ نیروهای امنیتی سر ما حق داره، از همین خاطر ما باید همراهش همکاری کنیم. بخاطر که دی برف باران دی هوای سرد هیچ شرایط مطلب قید شرط نمیگیره، ما اینجا همکاری میکنه و امنیت ما رو نگاه میکنه. خدمتگزاری دستهای ولسوالی پغمان از حساب سارقین، قاتلین، مردمی که آزار و اذیت میکنه، ما در وقت و زمان از هر قریه که بخش ما تماس گرفته شوه از طریق 119 از طریق صد بهانه واید بدون زیای وقت در محل موقعیت میگیریم و قاتلین باشه، سارقین باشه، مردم اذیت آزار کنه و گرفتارش میکنیم، با پنجه قانون میسپاریم شه. ما خدمتگزاری ما به مردمی است که احترام به قانون داشته باشه، احترام به مردم بیچاره و مسکین زیر چتر قانون زندگی میکنه. ما احترام به چزوا داریم، کسی که به مقابل دولت هر کی که باشه، به هر ایچی که باشه، لباسی که باشه، ما به مقابلش استاد هستیم و هیچ وقت که در هر سایه باشه گرفتارش میکنیم. اگر مقامت کنه کدی ما استاد شوه از صف خارجش میکنیم. ما رسیدیم به حوزه 18 امنیتی پلیس تا ببینیم اینجا فعالیت های پلیس خصوصا گزمایشان از طرف شب در کوچه و پس کوچه چگونه است و اینکه در مقابل جنایت پیشگان برخورد پلیس در اینجا چگونه است و چقدر دستاوردها دارن در گوش جوان در اینجا با هم یک جا در ادامه برنامه این هفته پلیس خدمتگزار جامعه تماشا می‌کنیم. الحمدلله وضعیت امنیتی حوزه 18 قناعت بخش است. چکپوینت های ما و گزمه های پیاده و سیار ما در ساحه در جریان است. ساحه حوزه 18 یک ساحه غیر پلانی است و کوچه و پس کوچه زمین ها گزمه های پیاده ما در هر ساحه ما 4 گزمه داریم، در طوله ما در شرید ما 4 گزمه داریم و یک گزمه متردد داریم که ما انقریب به حدود 14 گزمه پیاده داریم و 3 گزمه متردد داریم و پرسنل کشفی ما مستثنا از گزمه های پلیس امنی، پرسنل کشفی ما پلان مشخص خود بعد از 4 بجه دیگر پلان داره، در ساحه جرمزا اینا اجراءات خود دارن و گزمه میکنن. بارها برای از مردم جرم پیشه هشدار معمی بوده که
خودشان بیاید در کنار نیروهای امنیتی یک جا شوه و خود را تسلیم بکنه و قصه به اینجا نرسه که ما باز او را بگیریم، باز او را به پشت مله های زندان پرتیم و خودشان بیاید از کارکرد قبلی خود ندامت بکشه و بیان در کنار نیروهای امنیتی خود و تسلیم به قانون شوند. و اگر در تسلیم به قانون نشوه و ما بخواین نخواین اونا را به پنجه قانون میسپاریم و جایشان در ساحه حوزه 18 جای برای بودوباش جرم پیشه ها و قاتلین وجود ندارد. همکاری مردم با نیروهای امنیتی و خصوصا پرسنل حوزه 18 هست و این همکاری خود را نسبت به سابق بیشتر کنند. دیگر آرزوی ما ای است که در هر جا و در هر مکانی را که یک جرم پیشه را مشاهده میکنند هویتشان محفوظ است، برای ما اطلاع بتن، ما بس و زودترین فرصت اونا را دستگیر میکنیم. گزمای ما، چک پوینت های ما ادامه دارد. پیام ما نمیست که مردم ما آزادانه خود گشت و گذار آزاد کنند، به مردم افغانستان خود صادقانه خدمت کنند. وضعیت امنیتی به حد فعلا نرمال است. تشکر میکنیم از مسئولین امنیتی پلیس حوزه 18 پلیس که شب و روز همینجا گزمه دارن، چک پوینت دارن، در خدمت مردم هستن و برای ما همکاری میکنن. همیشه که آمیر صاحب حوزه همیشه برای ما نمبرهای خود تماس کرده، اختیار ما قرار داده و با ما همکار بوده که در جریان شب هر جایی که افراد مشکوک یا قضیه واقعی رخ میده با ما به تماس شوین که ما چند قضیه رو به ایشان چی شدیم، به تماس شدیم، برایشان گفتیم، خبر دادیم، عاجل سر وقت خودشان آمده. خوشحال هستیم از اینکه پلیس برای ما اهمیت قائل است، به مردم غریب بیچاره همیشه همکار هستن، جای خوشی است. مجرمین، قاتلین، مظنونین که خود را به پنجه قانون بسپارن، در غیر از او ما در تعقیبشان هستیم، سرکوب میکنیم، پیش از اینکه ما سرکوبشان کنیم، گرفتارش کنیم، خود را بسپارن به پنجه قانون. پلیس کابل بخصوص پلیس که معذف هستن در غرب کابل، تمام هدفشان تامین امنیت به خاطر جان و مال مردم هست و خوشبختانه از وقتی که برنامه میثاق امنیتی کابل تطبیق میشه در غرب کابل تغییرات مثبت به وجود آمده. حوزه 13 و 18 و 6 با همانگی بسیار نزدیک که دارن علی مجرمین که در جرایم جنایی و سازمان یافته دست دارن و در ضمنش جرایم تروریستی. حوزه 18 از آخر غرب کابل به شکل بسیار جدی علی از افراد مبارزه کردند، تعداد از اینا بازداشت شده. خوشبختانه آنچه که ارقام به ما نشان میدهد تا 90% این جرایم کاهش پیدا کرده. آن چیزی که قابل خوشبینی است همکاری مستقیم مردم است. مردم همکاری مستقیم با پلیس دارند و باور ما این است که اگر مردم این همکاری را افزایش بدهند شک نیست که در وضعیت امنیتی تغییرات مثبت به میان میآید. من از مردم غرب کابل خواهش میکنم که با پلیس خود همکار باشند. بر علاوه شماره 119 و 100 که مربوط پلیس کابل و وزارت امور داخله است، شماره مسئولین حوزه های امنیتی در غرب کابل و دسترس شهروندان کابل قرار داره، بخصوص غرب کابل. اگر کوچکترین موارد مشکوک را اونا اطلاع پیدا میکنن با همکارای ما شریک بسازن، این موضوع جدی پیگیری میشه و خوشبختانه قبلا همکاری وجود داشته با امید همکاری های بیشترشان و ما شک نیست که در بخش مبارزه با تروریسم و جرایم جنایی با همکاری مردم به نتایج مطلوب دست پیدا میکنیم. اینجا کنار من عمر صاحب حوزه 18 هستند و به می ترتیب من امرای عمر صاحب حوزه 13 هم شو صحبت کردم، به می ترتیب امرای عمر صاحب حوزه 6 هم. اونا تماما هماهنگی نزدیک دارند در غرب کابل و تمام هدف به خاطر تامین امنیت در این ساحه است. اونا کجا هست؟ همه اینجا ما صرف مزایمت نمیکنه در اینجا بودن؟ قرار با قراری هست؟ برو بخیر بری لالو، چیز خدمت نیست داره ما پیدان، بخیر بری. شخص حکمت الله نام داره، همراه یک میل سلای
غیر قانونی به تعقیب دستاوردهای ما اینا را گرفتار کردیم. این شخصی که گرفتیم تورخان نام داره، بساط پکیاکوت، کوتخیل و سرک نو در غزب چپاول اجناس پول موبایل و اجناس قیمتی مردم و همسریال ما شما نقش فعال بارز داشته و به شکل مسئلانه از پیشون چپاول میکنه. قسمی که در جریان هستی در ساعت سرک نو بودخیل در این قسمت ها بعضی از گروپ های چپاولگر ها بودن، چپاولگری میکدن، همتن های ما را متضرر میساختن، تلفون، موبایل، پول، موترسکل، هر چیزی که هر آن نوابل که از دستشان میشد میکرد. امروز موفق به گرفتاری یکی از این چپاولگر ها شدیم. بگی بچه بودم خودش خودم معرفی میکنه که در کدام ساعت چقدر نفرها را متضرر ساخته. نام چی هست؟ نامم سورو. ولدت چی هست؟ محمد معروف. خانه در کجاست؟ در اوتخیل. از کجا هستی؟ از اوتخیل. آفرین. سلایت بالا بگی که معلوم شده گردوشه. خب فنچه هست کی هست؟ از ما. ای هست کی هست؟ از امین. امین کی هست؟ از ولد الفنگ. اندیوالت هست؟ چند نفر در گروپ هستین؟ سه. کی هست؟ سورا، امین، آبری. برید نامش چی هست؟ حکمت. خیر ببینید. چقدر مردم تو توال متضرر ساختی؟ یک ده بیس نفره. چی شو نبردی؟ موبایل و پیسه شو. خب کس را چند نفر را به چاکو زدین توال؟ در چاکو نزدیم، پیسی شیان شو گرفتیم. راست میگم. خودم اول خان هستم، بچه میراب هستم. این همی یک پیره یک سی چهار ماه پیش به این همی قضیه گیر آمدیم. در محتر ما یک میل دو پنجه آمده گیر آمده بود. یک پیره این همی سرقت در محتر کردیم. روزی باز ما را گیر کرد، ما را رسمی کرد، رفتیم در پلی چرخی. در پلی چرخی در سه ماه تیر کردیم، باز یلا شدیم. امروز ما را گیر کرده در محتر. یک پیره تو ما را گیر کرد، یک پیره این همی کردیم. باز خالا توبه هم هست دیگه پیره نمی کنیم این کار. تیم دو جبران یک اسکال از موقت قلعه وزیر گرفتیم، یکی رو از پشت شالاف زفر. بار از دوازده بجه بود در شالاف زفر یک زنکه بود اسکالش رو گرفتیم. یک گونه تلفون که برای ما کدام تلفونی شد؟ بله گفتم که اینی بود یا اینی بود برای کنی تقریبا 600-700 پیسه نقد برای ما دنیا تلفون هم گفتم که اینیش بود. نه اینیش بود. خود هم گرفتیم تقریبا از اویش پیسه نبرم یک گونه تلفونش بود از خلاص. یکی رو در قلعه وزیر. او چه قسم زدی بوده؟ بودم در سرک روان بود، دست ما کشین هم گرفت. در موتر بودی؟ بله. پس مکین هم یک دسکاول از این گرفت. از کی گرفتی؟ این دایی شاداب زفر. کی گرفت؟ ای تو هم کتیر بودی؟ ما سر جلال در موتر بودی. اردوی تمی این کار کرد؟ تو کرد، قلعی وزی. کی بودو؟ با هم یک مختری یک خانمی. جرم آتکم شد یا نیده؟ اشتباه کردی یا نه؟ بسیار زیاد تکرار اشتباه هست یا نه؟ بخی بد کردیم این همینجا میگم گوه رو در زده قانون جرم هست یا نه؟ بد کردیم یا گوه خود بسیار زیاد اکلان جرمی هست که اگلان ندسته و مردی طرف اگلان بگم مرد نوید هستم، نوید کلاشنکوف. پنج نفر بودیم در انگار در آمدیم در کتب بلنده همون در سرقت مسالانه موبایل هایش رو گرفتیم یک چهار نیم هزار پیش رو باز چی شد؟ یک چند روز پیش تیر شد باز رفتیم بودن تلفون سر موتورسیکل چور کردیم. باز در نام امید یک بچه هست پیش من گفت که امید چهار دانه نفر زده او گار کرده گفت کردم جار نگشت که تو در غم نری چی نشینی. باز یک دان دیگه در نام الیسینا هست دو نفر در نام کافکار را گریم نخور. در هر جایی که هستن همکاریتان با نیروهای قهرمان پلیس داشته باشین. این نیروها در هر شرایط مثل که در این برنامه شما دیدین که در این فضای بارندگی و برف و هوای سرد زمستان به خاطر مردمشان خدمت گذاری میکنن، همیشه جانفشانیهایشان قابل قدر است و ما دوستشان داریم. هر جایی که هستن سرشان سلامت و پیروز میدان باشن. این بود برنامه این هفته پلیس خدمتگار جامعه که خدمت شما عزیزان تهیه و تقدیم کردیم. تا تقدیم برنامه های بعدی که با دو همکار خیلی خوبم عبید بهرام و عصمت ستاری در خدمت قرار میگیریم، هر یک شما را به الله پاک و بی‌نیاز میسپاریم. زنده باد افغانستان،
زنده باد نیروهای قهرمان امنیتی و دفاعی افغانستان.